درود عزیزان دلم درس سه از سری درس های هزار جمله اساسی ضروری و مهم انگلیسی رو در خدمت شما جانان هستیم همونطور که قبلا گفتیم این جملات شدیدن در زندگی روزمره در انگلیسی واقعی که الان در خارج از ایران داره اتفاق میفته کاربرد دارن و استفاده میشن بنابراین یادگیریشون خیلی براتون میتونه مفید باشه و کاربردی و سریع میتونید اونها رو یاد بگیرید در دو درس قبلی که 200 جمله رو با هم کار کرده بودیم و آدرس دسترسی به اون دو درس رو در قسمت توضیحات این ویدیو تقدیم شما جانان کردیم و اکیدا توصیه میکنم که برید دو درس رو ببینید و تمرین کنید دیویست تا جمله رو گفته بودیم تو اون دو درس و در این درس هم 100 تا جمله رو با هم پیش خواهیم برد و تمرین خواهیم کرد حتما به روش تمرین و استفاده از این درس توجه بکنید در کلاس های آنلاین رایگان که برای اولین بار در دنیا توسط انگلیسی مستاپ خوردن تقدیم شما جانان شده این جملات رو تمرین کنید و با هم کار خواهیم کرد و برای رفع اشکال میتونید حضور داشته باشید سپاسگزاریم که سال هاست انگلیسی مستاپ خوردن رو حمایت همراهی و تماشا میکنید You have a point. You have a point. Point یعنی نقطه یا نقطه نظر. به معنی نقطه نظر هم استفاده میشه. You have a point یعنی شما یه نظری داری و در واقع در معنی اصطلاحی یعنی نظر شما نظر خوبیه. You have a point. You have a point. What a nice idea. What a nice idea. نایس nice یعنی خوب خوش وات یعنی آنچه چه چیزی و به جای آیدیا میتونید هر چیزی رو قرار بدید مثلا what a nice car what a nice house what a nice teacher what a nice student what a nice weather هر چیزی رو میتونید به جای آیدیا قرار بدید و بگید چه چیز خوبی حالا من میخوام خلاقیت و دامنه لغات شما عزیزان رو بسنجم لطفا در قسمت کامنت برام بنویسید what a nice یه چیزی چه چیزی میخواید بنویسید؟ What a nice چی؟ منتظر کامنتاتون هستم و همه رو رسد خواهیم کرد با هم چک میکنیم با هم تکرار کنید و مثالتون رو در کامنت بعدش بنویسید What a nice idea What a nice idea Where are we now? Where are we now? Where یعنی کجا یا جایی که Where are we یعنی ما کجاییم Now یعنی اکنون بچه تلفظ now رو دقت کنید خیلی ها من شنیدم میگن no No یعنی دانستن این now Now یعنی اکنون حالا Where are we now یعنی ما الان کجاییم در مورد تلفظ W ها هم دقت بکنید که لب تو باید حالت لوله ای به خودش داشته باشه این چم ناخانه Where are we now ما الان کجاییم با هم تکرار میکنیم Where are we now Where are we now? Your time is over. Your time is over. Your time, یعنی زمانت. از است و تلفظ درستش رو دقت کنید. این آیه کوتاه درد سرسازه برای فارسی زبانان. بچه is نیست. Is. بین ای و ای. Is. Is. Your time is. اینجا هم که به م خط میشه این ناخانه به م بعد از م یک ای کوتاه داره Your time is over Over یعنی روی یا بالایه و اینم ویه نیشه دندون بالا لب پایین رو میگزه این راحت براتون Your time is over زمانت به پایان رسیده اما زمان شما به پایان نرسیده تازه شروع شده که تمرین کنی Your time is over Your time is over Listen carefully Listen carefully listen یعنی گوش دادن و فعله در ابتدای جمله اومده میشه ساختار امری یعنی گوش بده دقت داشته باشید تلفظ ایه کوتاه رو در اینجا listen listen تیشم ناخوناست care یعنی مراقبت کردن careful یعنی مراقب و carefully یعنی با حالت مراقبت listen carefully یعنی با دقت گوش بده این هزار تا جمله‌ای که در این سری از درس‌ها داریم بهتون آموزش میدیم به شدت در زندگی روزمره کاربرد داره همینا رو یاد بگیری 1500 تا نزدیک 2000 تا توش لغت یاد میگیری کافیه برای مکالمه روزمره خودتو اذیت نکن دنبال چیزایی نباش که به دردت نخورن چیزی که لازمه رو یاد بگیر رشد عجیب و معجزه آسا داشته باش listen carefully listen carefully attention please attention please Attention یعنی توجه بچه دقت داشته باشید اتنشن نیست این شواس یه صدایی بین اوه Attention Attention یعنی توجه و توجه کردن فعله در ابتدای جمله اومده یعنی توجه کن یا توجه کنید پلیز یعنی لطفا قبلا تلفظ پا 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 که گفته بودیم که درد سرساز میشه اگه درستش نکنی اگر درست نکردی برگرد تو دوتا درس قبلی بیشتر در موردش صحبت کردیم پلیز یعنی لطفا پلیز یا پیلیز نیست پا پا پلیز پلیز یعنی لطفا اتنشن پلیز یعنی لطفا توجه کنید خیلی میشنوید نه؟ برای اینکه این جملات شدیدن پرکار بردن با هم تکرار میکنیم Attention please. Attention please. You are the best You are the best the best یعنی اون بهترین بهترین ها شما هم امیدوارم بهترین ورژن خودتون باشید و تلاشتون رو بکنید در مسیر رسیدن به آرزوهاتون هر که هست you are the best you are the best i am doing great i'm doing great i'm doing یعنی من در حال انجام یک کاری هستم great یعنی عالی در مورد تلفظ great قبلا صحبت کرده بودیم که باید بتونید این صدا رو تولید بکنید Gr great پس great نیست great یعنی عالی I'm doing great یعنی من عالی دارم پیش میرم عالی دارم یاد میگیرم کارم رو عالی انجام میدم وقتی ازتون میپرسن what are you doing یا وقتی ازتون میپرسن how are you میتونید بگید I'm doing great یعنی دارم عالی پیش میرم دارم عالی انجام میدم زندگی روزمرم داره عالی پیش میره در به جای اینکه بگید سو so, سو so, not bad برای چی اصلا کلمه منفی استفاده میکنید بگید I'm doing great به سمت رسیدن به آرزوها و هدفم I'm doing great عالی دارم پیش میرم با هم تکرار میکنیم I'm doing great I'm doing great How is work going? How's work going? work یعنی کار تلفظ W رو در work دقت بکنید لپا حالت لولهی باید باشه work و R رو وقتی میخوای تلفظ کنید زبون نزدیک سخف دهان ورک. work work نمیگم work work how is work going جی آخرش یه مقدار تو دماغی میشه how's work going کار چطور داره پیش میره عالی داره پیش میره با انگلیسی مثل هم خوردن اینو میدونم و از شما میپرسم How's work going? It's going great میتونید بگید یا میتونید بگید It's going good It's going well یا It's going fine همشون ممکنه حالا من از شما میپرسم تو کامنت برام بنویسید How's work going? How's work going? I need your help I need your help I need یعنی من لازم دارم your help کمک شما رو نکته تلفظی خاصی اینجا نداره و امیدوارم که بتونیم به شما کمک بکنیم because you need my help and I need your help ما هم به کمک شما نیاز داریم که همراه باشید جملات رو با صدای رسا تکرار کنید که اجازه بدید از راه گذر انگلیسی آب خوردن رشد خوبی رو در یادگیری انگلیسی خودتون داشته باشید I need your help I owe you my life I owe you my life او oh, یعنی بدهکار بودن مدیون بودن دقت بکنید بچه ها اینجا دقیقا تلفظ دوبلی خودشون رو نشون میده او oh. بعضیا میگن این دبلیو تلفظ نمیشه ولی داره تلفظ میشه دقیقا ما چون صداشو تو فارسی نداریم فکر میکنیم تلفظ نمیشه اینجا او لبها حالت لوله ای میشه او آی او من مدیونم یو به تو هی مای لایف زندگیمو ما. من زندگیمو به تو مدیونم زندگیمو نجات دادی آی او یو مای لایف با هم تکرار کنیم آی او یو مای لایف آی او یو مای لایف The food is ready. The food is ready. The food یعنی اون غذاه اون غذای خاص که مثلا سفارش دادی is است. بچه دوباره یه کوتاه رو اینجا داریم. is is نیست. The food is به د خط میشه. اینا د و بعدش یه کوتاه داریم. The, the food is this 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 the food is ready. The food is ready. The food is ready. it is very strange it's very strange strange yani acib garib havasetun bose inja e nadare strange strange you had to go them or you had big you read baden khairtunu micasbe it. strange strange it's very strange i won't stay here i won't stay here will not مخففش و کوتاه شدهش میشه won't I won't یعنی من یه کاری رو نخواهم کرد چه کاری stay ماندن اقامت داشتن here اینجا بچه اینجا رو دقت بکنید صدای اینجا رو I won't I won't stay here به خاطر اینکه اون ای ایرانیزه رو حذف بکنم ببینید اینو بعد یاد بگیری چون انگلیسی رو اینجوری دقیقاً حرف میزنن و تلفظ میکنن I won't stay here I won't stay here. Make up your mind. Make up your mind. Make up یعنی آرایش کردن، ساختن. Your mind، ذهنت فکرت. و روح هم رفته make up your mind یعنی تصمیم تو بگیر. حالت استلاحی پیدا میکنه. با هم تکرار کنیم و بگیم که تصمیم تو بگیر. Make up your mind. Make up your mind. For the last time For the last time For برای به منظور The last time یعنی اون دفعه آخر For the last time برای آخرین بار با من تکرار کن دورت بگردم For the last time For the last time My hands are tied My hands are tied My hands یعنی دستانم are tied یعنی بستن tied یعنی گره زدن همچنین به معنی کراوات و همچنین به اینکه به یه جایی وصل باشی tied یعنی گره زده بسته شده My hands are tied دست و بالم بسته است نمیتونم جملات رو تکرار کنم چه حرفیه میزنی زبونت و دهانت که بسته نیست تکرار کن دورت بگردم هر کاری میکنی ورزش میکنی رانندگی میکنی میدویی دستشویی میری تکرار کن جملات رو گوش بده با صدای رسا تو ذهنت به درد نمیخوره ها با صدای رسا باید عضلات زبانی و دهانی رو همطور که میری باشگاه عضلات بازو تو بدنت رو تقویت میکنی اینجا عضلات زبانی و دهانی چون صحبت کردن به یک زبان دقیقا یک مقوله عملی پرکتیکاله پس با هم تکرار میکنیم My hands are tied My hands are tied After two o'clock After two o'clock. After two یعنی بعد از دو o'clock یعنی ساعت. بعد از ساعت دو. After two o'clock. O'clock هم که دارید ببینید. O'clock نیست. Clock. 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 Cl -cl 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 دوباره یکی از اون مواردی که باید تلفظش رو یاد بگیری اگر یاد نگیری درد سر میشه برات clock, class, clear, clean چند تا دیگه لغت داریم تو کامنت برام بنویس چه کلماتی داریم که با کل شروع میشن مثل clock مثل Class چه کلمات دیگه ای داریم بهم بگو و با من تکرار کن o'clock می بینی که اینجا داره به هم میچسبه after two o'clock after two o'clock before three weeks before three weeks Before قبل از three یعنی سه در three th حالت اول تلفظ th یعنی زبون باید زیر نیش دندون بالا باشه و سعی کنی بگی سه مثلا سه سپاس. پاس three و th, th, th. هم تکرار کنیم Before three weeks Before three weeks Did you like this? Did you یعنی آیا شما یه کاری رو کردی در گذشته like خوش آمدن دوست داشتن this this یعنی این تلفظ th در اینجا حالت دوم تلفظ THه. یعنی بعد زبون زیر نیشه دندون بالا باشه سعی بکنی بگی ز زهره زهرا this و ایش هم یه کوتاهه this Did you, did you, did you like this? آیا اینو دوست داشتی؟ اگر دوست داشتی یه لایک like و فشار بده غرب برم هیچ اتفاقی نمیفته Did you like this? Did you like this? I am happy for you. I'm happy for you. I'm happy خوشحالم for you برای شما. I'm happy for you. I'm happy for you. Please forgive me. Please forgive me. Please لطفاً و دقت بکنید تلفظش رو پاپ پاپ دوباره همون پا خیرمونو چسبید. Please لطفاً forgive اینجا دوباره یه کوتاه forgive forgive یعنی بخشیدن پس دقت کنی تلفظ درست رو please forgive me لطفا منو ببخش please forgive me please forgive me thank you so much thank you so much thank you و نه thank you thank یعنی تانک بچه ها thank thank یعنی سپاسگزاری کردن thank you یعنی ممنونم از شما so much بسیار زیاد ما هم از شما ممنونیم که این ویدیو رو لایک میکنید و از ما حمایت میکنید thank you so much thank you so much that is impressive that's impressive حالا اینجا دقت بکن impressive دو تا ای داره یه کوتاه یکی اینجاست یکی هم اینجاست impressive impressive نمیگم impressive impressive دوباره اینجا per خیلی تو چسبید نه per per impressive دقت بکنید اینجا به سه خط میشه و اینجا با یه کوتاه that's impressive that's impressive چه جوری؟ اینجوری که الان با هم تکرار میکنیم that's impressive that's impressive I need your advice. I need your advice. I need لازم دارم your advice. توصیه و تو. نصیحت تو لازم دارم. Advice. Advice. پس advice نیست. ما هم به توصیه شما نیاز داریم. لطفا با ما در قسمت کامنت در ارتباط باشید. Because we need your advice. حالا با هم تکرار میکنیم. I need your advice. I need your advice. What should I do? What should I do? شود یعنی باید بایدی که الزام نداره توصیه ایه کاری که باید بکنی که جملات رو تکرار کنی با صدای رسا کار خاصی قرار نیست بکنی کودک دقیقا زبان مادریش رو همینجوری یاد میگیره با تکرار کردن شما هم تکرار کن درود بگردم حالا از من بپرس What should I do? What should I do? Where do you work? Where do you work? Where یعنی کجا یا آنجایی که where لبها حالت لوله ای و در اینجا در W و work و R رو دقت بکنید در work و where Where do you work؟ آر رو قبلا گفته بودم باز هم برای اینکه الان بتونی درست تکرارش کنی زبونت نزدیک سخف دهان اما لمسش نمیکنه. کنه Where do you work؟ Where do you work؟ کجا کار میکنی؟ تو انگلیسی به ساب خوردم <applause> دمتون گرم ممنونی برای همراهیتون و برای این که جملات رو با صدای رسات تکرار میکنید Where do you work? Where do you work? What is your size? What's your size? Sizeت اندازت اندازه شما چیه؟ یا اون لباسی که میخوای بپوشی سایزت چیه؟ What's your size? What's your size? What is the truth? What's the truth? truth یعنی حقیقت یادتون میاد که گفتم TR رو یک بار برای همیشه تلفظش رو یاد بگیرید اینجا دوباره خیرمون رو چسبید تر Tr تر -tr truth truth تی هم حالت اول تلفظ تی با من تکرار کن پس what's the truth what's the truth where did they go where did they go did گذشته ی دو بچه تلفظ درستش رو دقت کنید did بین ای و ا این ای کوتاه دارم میگم اینجا دوباره تی ایچ حالت دوم تلفظ تی ایچ they زبون زیره شده دندونه بالا ز میگی they go where did they go یه ذره سخته میدونم ولی با تکرار و تمرین میتونی راحت اداش کنی where did they go where did they go I did not forget it I didn't forget it. بچه نکات تلفظی رو دقت کنید. آی که زمیر آیه قبلا گفتم همه جای جمله باید به صورت بزرگ نوشته بشه با اینکه کاری نداریم. Did not گذشته یه do not و دقت بکنید. I did یه کوتاه در اینجا داریم. Did و not هم تبدیل بشه به نت نت I didn't I didn't یعنی من یه کاری رو نکردم forget فراموش کردن it اون چیزه دقت اینجا دوباره یه دونه یه کوتاه داره forget به ت خط میشه و وقتی به هم وصل میشه میشه forget it forget it یعنی فراموشش کن I didn't forget it من فراموشش نکردم تکنیک های قبلی که در تلفظ گفته بودی دکتر جان در دو درس قبلی اون همه تکرار کردی خونه دل خوردی فراموش نکردم I didn't forget it I didn't forget it پس با هم تکرار کنیم دیگه نه I didn't forget it I didn't forget it. I want to buy that. I want to buy that. I want to یعنی من میخوام یه کاری رو بکنم. چه کاری؟ و I want to به جاش میتونید بگید I wanna. تو گفتار خیلی آمیانه. میتونید بگید I wanna. ولی همچین خیلی دوست ندارن آمیانه صحبت کنن. Anyway, I want to میخوام چیکار کنم؟ Buy بخرم that اون چیزه رو. تلفظ تی ایچ رو در that دقت کن که حالت دوم تلفظ تی I want to buy میخوام بخرم that اون چیز رو با هم تکرار کنیم I want to buy that I want to buy that It was really good It was really good It was یعنی اون چیزه بود اینجا رو دقت کن یه دونه ای کوتاه اینجا داریم It It was اینجا یه دونه W داریم It was لبها حالت لولهی در W It was really واقعا good خوب It was really good. دکتر این تلفظایی که میگی خیلی خوبه. خیلی خوب دارم انگلیسی رو یاد میگیرم. Native like. این یعنی دقیقا مثل نیتیو ها داره انگلیسی رو با انگلیسی معیار یاد میگیر. بدون لحجه خاصی. و با لحجه درست و استاندارد. It was really good. It was really good. Keep your strength. Keep your strength. Strength یعنی قدرت استحکام. Keep که یعنی keep حفظ کردن نگهداری کردن. Your strength یعنی قدرتت رو استحکامت رو حفظ کن. خسته شدی استراحت کن اما قدرت و استحکامت رو حفظ کن و ناامید و تسلیم نشو. و دقت کنید بچه ها اینجا رو ما استی رو قبلا داشتیم درسته صداش ای اس میگیم اما اینجا ای نداره است. مثل student مثل street و مثل strength میبینید که اینجا حالا حالت اول تلفظ TH و ST رو در اولش داره strength یعنی قدرت میشه گفت که اینجا ناخانه است strength یعنی قدرت و keep your strength یعنی قدرتت رو استحکامت رو حفظ کن چه توصیه خوبی با هم تکرار کنیم keep your strength keep your strength You only live once. You only live once. You only یعنی تو تنها live live کردن یعنی زندگی کردن. Leave یعنی ترک کردن با ای a و live با ای کوتاه یعنی زندگی کردن. دقت بکنید که اینجا دقیقا داره خودش رو تو تغییر معنی نشون میده. Live یعنی زندگی کردن. Once یعنی یک بار. You only live once یعنی تنها یک بار زندگی میکنی زندگی تو بکن و لذت ببر از زندگی تلاش کن در مسیر پیشرفت و خدمت به انسانها که فرد مؤثری و مفیدی در جامعه همون بشیم You only live once You only live once Fix your attention Fix your attention. Fix یعنی درست کردن و fix your attention یعنی دقتت رو جمع و جور کن. حواست رو جمع کن. خیلی حالت کنایه‌ای داره و کلا میشه که حواست رو جمع کن دیگه. دقتت رو جمع و جور کن. با هم تکرار کنیم. Fix your attention. Fix your attention. I know you are here. I know you are here. I know من میدانم you are here تو اینجایی با هم تکرار کنیم I know you are here I know you are here It is the end of me It's the end of me The چرا گفتی؟ چرا نگفتی the؟ برای اینکه این حرف صدادار گفتاریه به تعبیری یا به عبارت دیگر اگر حرف اول از کلمه بعد از تی ای داره گفتاری بود که در اینجا داره گفتاریه و ایه که ا خونده میشه به جای ذ میگیم ذی the. the end of me چرا اینجوریه برای اینکه اگر بخواید بگید سخت سختتر میشه نکتش همینه it's the end of me این دیگه پایان کار منه به آخر خط رسیدم حالا باید دوباره تکرار کنم جملات رو تا بهشون مسلط بشم با هم تکرار میکنیم it's the end of me it's the end of me Get out of my face. Get out of my face. Get out یک فعل عبارتی یعنی گم شو دور شو سایتون سنگینه ببخشید My face یعنی روبروی من منظورش صورت من نیست Get out of my face یعنی از جلوی چشمم دور شو از جلوی چشمم دور از جون شما گم شو چند تا نکته تلفظی داره Get به تی خط میشه و با A در out شروع میشه میشه get out یا بعضی اینو یه مقدار دیتر میکنن به خصوص در امریکن اکسنت میشه get out تا دوباره اینجا آ در آو get, get out of my face get out of my face get out of my face یا اگر به انگلیسی معیار و انگلیسی استاندارد بخواید بگید get out of my face با هم تکرار کنیم و مراقب باشیم هر جایی استفاده نکنیم Get out of my face. Get out of my face. For the first time. For the first time. For یعنی برای به منظور first time اولین بار. بله این دقیقا برای اولین بار در دنیا است که از رهگذر انگلیسی مثل تاب خوردن شما میتونی انگلیسی واقعی رو اون انگلیسی که نیتیف ها در دنیای واقعی در خارج از ایران نه انگلیسی که در کلاس ها اتفاق میفته ما متاسفانه چیزایی گفته میشه که اصلا به درد شما شاید نخوره انگلیسی که داریم بهتون آموزش میدیم در انگلیسی مثل آب خوردن آن چیزی است که همین الان در امریکا و کانادا داره اتفاق میفته جملاتی است که در زندگی روزمره و مکالمه های روزمره در حال رخ داده پس طبیعتا چیزیه که میتونه بهتون کمک کنه خیلی رشد کنید آن چیزی که لازمه رو یاد بگیرید yes you are right this is for the first time بله اولین باره شما هم تکرار کنید For the first time For the first time That is so annoying That's so annoying Annoy یک فعله یعنی آزار رساندن اذیت کردن و annoying حالت آینجی That's so annoying یعنی خیلی آزار است خیلی اذیت کننده است تلفظ تی ایچ رو در uh, that دقت بکنید بچه ها و اینجا یه مقدار آی هم حالت تو دماغی به خودش میگیره That's so annoying موضوع دیگه که باید در نظر داشته باشید اینجاست That's so ببینید یه دونه شنیده میشه این قاعده رو همیشه در انگلیسی داریم وقتی که یک کلمه به یک حرف ختم میشه و با کلمه بعدی با همون حرف شروع میشه یه دونش رو شما میشنوید That's so annoying با هم تکرار کنیم That's so annoying That's so annoying Can I get the fair? Can I get the fair? Can I یعنی آیا من میتونم یه کاری رو انجام بدم؟ در اینجا get بگیرم به دست بیارم The fare fare یعنی کرایه در اینجا The fare یعنی اون کرایه مخصوص که قبل از اینکه که میخواد مثلا تاکسی سوار شه یا قبل از اینکه که میخواد قایق کرایه کنه سوار شه میخواد کرایه رو بدونه Can I get the fare میتونم قیمتش کرایه رو بدونم دقت کنید بچه در مورد تلفظ can اینجا تلفظش can و کن نیست بین A و can و اینجا به ن خط میشه و بعدش با آی شروع میشه Can I? Can I? Can I? Can I? می‌بینید که chaspe Can I get the? Get the? اینجا هم دوباره می‌چسبه هم. Can I get the fare? Can I get the fare? Have a good flight. Have a good flight. Have a good. یعنی یه چیز خوبی داشته مثلاً Have a good day, for example. اینجا flight, flight, flight. بچه تلفظ فلایت رو دقت بکنید فلایت نیست فلایت فل 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 پس بعد فل رو هم بتونی درست تلفظ کنی مثل فلای فلایت Have a good flight. پرواز خوبی داشته باشید. شما هم پرواز خوبی داشته باشید به اوج پیشرفت و موفقیت و سپاس گذاریم که انگلیسی مستاب خوردن رو در این مسیر انتخاب کردید. Have a good flight. Have a good flight. Have a nice holiday. Have a nice holiday. Holiday یعنی تعطیلات. نکته تلفظی بچه‌ها یه کوتاه در اینجاست. Holiday نیست. Holiday. این ای بین ای و ا تلفظ میشه. Holiday. Have a nice holiday. تعطیلات خوبی داشته باشید. با هم تکرار کنیم. آرزوی خوب برای همه داشته باشیم. Have a nice holiday. Have a nice holiday. Here is your money. Here is your money. Here is یک قاعده است که وقتی شما بخواید چیزی رو تقدیم کسی بکنید ازش استفاده میکنید خیلی مؤدبانه است به تعبیری بهش نمیخوره ولی مؤدبانه است here is میبینید که اینجا هم دوباره داره میچسبه دارم اینجا رو میگم ببینید این ای که ناخاناست اینجا به آر آر رو قبلا گفته بودم زبونتون نزدیک سقف دهان و اینجا یک ای کوتاه داریم Here is میبینید اینجا میچسبه Here is your money Here is your money بفرمایید این پول شماست با هم تکرار کنیم نه Here is your money Here is your money How can I help you How can I help you How can یعنی چطور چگونه بچه تلفظ درستش رو دقت کنید صداش این شکیه How How can. گفتیم که can نیست و can هم نیست can دوباره اینجا نای no. How can I How can I help you How can I help you چطور میتونم کمکتون کنم کمک ما به شما آموزش گام به گام لحظه به لحظه انگلیسی واقعی است که نیتیف ها دارن همین یعنی الان در امریکا و کانادا استفاده میکنن و کمک شما به ما این است که لطفا یک لایک کوچیک این ویدیو رو بکنید که توسط دیگران دیده بشه و از ما هم حمایت بشه و اگر نظری دیدگاهی دارید لطفا در قسمت کامنت این ویدیو در کانال یوتیوب انگلیسی مثل آب خوردن با ما به اشتراک بگذارید و با هم تکرار کنیم How can I help you? How can I help you? I can't believe it. I can't believe it. I can't یعنی من نمیتونم یه کاری رو انجام بدم کدوم کارا believe believe یعنی باور کردن بچه دقت کنید اینجا یه کشیده است چون بعد از آی یه ای اومده I can't believe it it, it. اینجا که ناخاناست این ای و در اینجا به believe به و ختم میشه و در اینجا با ای کوتاه شروع میشه believe it I can't believe it نمیتونم باورش کنم که این روش انقدر موثره و انقدر عالی داره جواب میده I can't believe it I can't believe it It was my pleasure It was my pleasure Was لب حالت لولهی در W It was my پل پل دوباره این پل پو... کار دستمون داد نه <laughs> people, pleasure, play خیلی زیاده کلماتش نه pleasure یعنی خوشی خوشوقتی it was my pleasure طرف اومده خونتون حالا میخواد بره مثلا یا یه کاری براش انجام دادید از اون تشکر کرده میتونید بگید it was my pleasure باعث خوشحالی و خوشی من بود که مثلا فلان کار رو برات انجام دادم یا پذیرایی کردم از شما با هم جمله رو تکرار کنیم it was my pleasure It was my pleasure. That is fascinating. That's fascinating. That's اشاره میکنه به اون کاره و fascinating یعنی جذاب، جذب کننده. That's fascinating. این روش fascinating نه میتونه جذب کنه چون روش یادگیری طبیعی انگلیسیه. Fascinating. موضوع تلفظی که بعد دقت داشته باشید اینجا یه کوتاهه. Fascinating. پس fascinating نیست. Fascinating. That's fascinating. Of course it is. So try to repeat the sentence here. That's fascinating. That's fascinating. That is interesting. That's interesting. Interesting یعنی جالب. دقت کنید بچه ها that's به خط میشه در that's و اینجا با ای کوتاه شروع میشه. باز هم اینجا میچسبم به هم. That's interesting. That's interesting. جالب نه؟ با هم تکرار کنیم. That's interesting. That's interesting. Is something wrong? Is something wrong? Something یعنی چیزی. دقت کنید بچه تلفظ TH در something رو حالات اول تلفظ TH یعنی زبون زیر میشه دندون بالا و در همون حالت که نگه داشتی سعی میکنی بگی something is something دقت بکنید اینجا به ز ختم میشه و بعدش با س شروع میشه یه مقدار اینجا وقتی به هم میچسبونید یه صدایی بین ز و س تولید میشه is, so, is, so, is something is something is something is something wrong wrong W خونده نمیشه به تعبیری و یا در حقیقت تلفظ درست دابلیو رو اگر بلد باشید میبینید که تلفظ میشه لبها ها حالت لوله ای در W. is something wrong چیزی اشتباه مشکلی پیش اومده با این روش نه اصلا مشکلی پیش نیومده خیلی عالی داریم پیش میریم با هم تکرار میکنیم is something wrong is something wrong Maybe another time. Maybe another time. Maybe یعنی شاید ممکنه. دقت بکنید بچه ها تلفظ another. انادر انا نیست ا ا بین ا و ا another و اینجا تلفظ تی حالت دوم تلفظ تی اچ زبون زیر نیشه دندون بالا و سعی میکنی در همون حالت بگی ز another another خیلی شنیده میشه میگن another another نیست دورت بگردم another another تکرار کنیم با هم نه maybe another time maybe another time I love your dress I love your dress I love یعنی عاشقشم یه لول از like بیشتر your dress دقت بکنید تلفظ دی و آر رو که قبلا در موردش صحبت کردیم در در آر زبون نزدیک سقف دهان و وقتی میخوای که از دی سویچ کنی روی آر زبونت در حالتی که دی رو میخوای تلفظ کنی بالای دندون های بالا یعنی اون پشته یعنی نزدیک پشت لسته و میشه میشه د،, د یکم محکمتر از د فارسی و بعدش میره عقبتر ر رو تلفظ میکنه در در درس, درس. اگه جایگاه عضلات زبانی و دهانیت رو بتونی در انگلیسی اینجوری که دارم بهت میگم یاد بگیری و تمرین کنی خیلی راحته تلفظ درسته انگلیسی I love your dress عاشق لباس تماشای پیران زنانه از این پیران بلندا I love your dress I love your dress be calm be calm بی یعنی بودن شدن در ابتدای جمله و ساختار اومده امری یعنی باش calm یعنی آرام بی دغدغه دقت بکنید این آی, ای که اینجا داره یه مقدار کشش داره مثل تاک calm میبینید یکم کشش داره الش هم ناخاناست همطور که در تاک الش ناخاناست اینجا هم ال در کام ناخاناست بی کام آرام باش آرام بدون دقدقه با آرامش یاد بگیر عالی جواب میده این روش بی کام بی کام بی کرفول بی کرفول بی بودن شدن یعنی باش care یعنی مراقبت کردن و careful یعنی مراقب دقت بکنید عزیزان دلم تلفظ درست careful careful نیست فول یک یعنی احمق careful full. careful یعنی مراقب کسی که مراقب احتیاط میکنه be careful be careful be patient be patient patient دو تا معنی داره یه معنیش یعنی صبور یه معنیش یعنی بیمار با هم تکرار بکنیم صبور باش در مسیر یادگیری صبور باش تکرار کن جملات رو اجازه بده کودک انگلیسی زبانی که در ذهن دیجات شده رشد کنه کم کم آهسته آهسته بی patient بی patient بی safe بی سیف سیف یعنی امن و امان بی سیف یعنی در امان باش یعنی ایمن باش خیلی قشنگن جملاتی که تو این درس داریم با هم کار میکنیم بی سیف بی سیف کام داون کام داون کام یعنی آرام قبلا گفتیم الش نخانه است و آهش هم آه کشیده است کام مثل تاک اینجا کام داون او با این تلفظ داون یعنی پایین کام down یعنی آرام بگیر سخت نگیر آروم باش کام down کام down Anything else Anything else Anything یعنی هر چیزی یا هیچ چیزی در اینجا دقت بکنید بچه ها Any A بین A و A و THش حالت اول تلفظ TH Thing Thing اینجا یه کوتاه. Anything else چیز دیگه ای دستور دیگه ای فرمایش دیگه ای چیز دیگه ای میخواین هم میتونه حالت کنایه ای باشه anything else دستور دیگه ای نداری امر و فرمایشی نداری هم میتونه محترمانه باشه فرمایشی ندارید anything else پس نسبت به لحن بیان میتونه منظور عوض بشه حالا شما تکرار کن قربونت برم ببینم کدومو میخوای بگی anything else anything else You did right. You did right. You did. Did گذشته دو یعنی انجام دادن در زمان گذشته. You did یعنی تو انجام دادی. Right درست سمت راست حق و در اینجا یعنی درست. You did right یعنی تو درست انجام دادی کار درست بود. You did right. You did right. Go ahead. Go ahead. Ahead یعنی جلو رو پیش و رو. Go ahead یک معنی کاربردی و معنی اصطلاحی داره. یعنی بفرمایید. شما جلوتر اقدام کنید. شما جلوتر برید. برای احترام استفاده میشه یه مقدار در مورد تلفظش باید دقت داشته باشید گو که گوه و اهد این ا اه یک افت و اینجا بهش میده کلا میخواید تعارف بکنید یا بگید حرفتون قطع شد حرفتون رو ادامه بدید کلا به این منظور که بفرمایید شما ادامه بدید شما زودتر برید استفاده میشه خیلی کاربردیه لطفا با صدای رسا با تلفظ درست دقت کنید و تکرار کنید go ahead go ahead go away go away away یعنی دور go away یعنی گم شو دور شو یه مقدار بی حواستون باشه بالا نسبت شما سایتون سنگینه با هم تکرار کنیم go away go away what is up what's up what's up یعنی چه خبر اوضاع چطوره حتی به عنوان سلام هم استفاده میشه اگر بخواید تیکه تیکه بگید میشه what is up ولی وقتی که به هم میچسبه میشه what's up واتساپ یعنی چه خبر اوضاع چطوره حواستون باشه با اپلیکیشن کذایی اپ اشتباه نشه یه مقدار فرق داره تلفظشون حالا من از شما میپرسم واتساپ واتساپ گود جاب گود جاب Good job برای تعریف کردن و تمجید کردن تشویق کردن کسی که کارش خوب بوده استفاده میشه کاربردش مشخصه نکته تلفظی خاصی هم نداره. من به شما میگم که تا اینجا این درس و درس های گذشته رو کار کردید تمرین کردید تا اینجا پیش اومدید من به شما میگم. Good job. Good job Where are you? Where are you? Where یعنی کجا جایی که Where are you یعنی کجایی لپا حالت لوله ای در دابل دیو فراموش نشه ایچش هم ناخاناست Where are you کجایی Where are you What else What else What یعنی چه چیزی آنچه و توجه بکنید به تی خط میشه و else با E شروع میشه این چسبندگی دوباره برای روون شدن گفتار استفاده میشه و شنیده میشه What else? What else? What else? What else? دیگه چی؟ دیگه چی داری به اون بگی دکتر؟ که راحت و روان بتونیم انگلیسی رو صحبت بکنیم همین تکنیک های ساده و خیلی کاربردی رو اگر دنبال بکنید و تکرار کنید جملات رو به اون مهارت دست پیدا خواهید کرد What else? What else? Of course Of course Of course یعنی البته حواستون باشه از of course برای خواهش میکنم هم استفاده میشه مثلا میگید thank you به طرف بعد میگه of course به جای اینکه بگه you're welcome به جای اینکه بگه no worries میتونه بگه of course پس این هم یه کاربرد جدیدی که تا الان ممکنه نمیدونستید با هم تکرار کنیم of course guess what guess what guess یعنی حد زدن در ابتدای جمله یعنی حد بزن guess guess What یعنی چه چیزی آنچه؟ بچه دابلی رو دارید دیگه. لب حالت لوله در وات guess what یعنی حدس بزن چی شده؟ حدس بزن چی؟ حد بزن چی شده؟ شما حد بزن چی شده؟ Guess what؟ Guess what Where have you been? Where have you been? Where have you been داره اشاره میکنه به یک دورانی یک مدتی که طرف نبوده و بعد میگه Where have you been در این مدت کجا بوده ای Where have you been Where have you been Where have you been Are you done Are you done Done یعنی انجام شده حالت سوم فعل دو Are you done یعنی کار در انجام شد کار تموم شد کارت رو تموم کردی من از شما میپرسم are you done are you done the same the same same یعنی همان ای -E در اینجا داره اشاره میکنه به اون همونی که مثلا رفیق شما همراه شما سفارش داده مثلا سفارش قهوه داده بعد از شما میپرسم What would you like? چی میخوای؟ چه مای... مایلی چی داشته باشید؟ شما به جای اینکه اگر واقعا همون چیزی که دوستتون یا همراهتون سفارش داده رو میخواید میتونید بگید the same همون the same همون یا جایی که کاربردای دیگه میتونه داشته باشه همون همون چیزی که شما گفتی the same کاملا شفافه دیگه نه <laughs> با هم تکرار کنیم the same the same not bad not bad دقت بکنید تلفظ بد رو بچه بد ما تو فارسی دقیقا با فتحه با ا میگیم بد اما تو انگلیسی این صدا بین ا و ا شواست یعنی میشه بد نات بد یه کششی داره یه افتوخیزی داره یعنی چون الان اشتباه تلفظ میکردیم متاسفانه بل از این بعد ولی اشتباه تلفظ نمیکنید چون با انگلیسی مثل خوردن تلفظ درست نیتیو لایک like رو آن چیزی که در انگلیسی واقعی در امریکا و کانادا و انگلیس در استفاده میشه به صورت معیار و اصولی و درست فرا خواهی گرفت تکرار کنیم نه؟ نات بد. Not بد. Not سو گریت Not سو so گریت great یعنی عالی قبلا گفته بودم این صدا رو باید بتونی تولید کنی دیگه نه great great آقا این من میخوام آر رو تلفظ کنم سخته برام برای اینکه شما هنوز آر رو داری ر, ر, فارسی میگی ر فارسی زبون پشت دندونه و حالت مسلسلی میشه میشه ر. اما وقتی که میخواید آر درست انگلیسی رو تلفظ کنی زبون نزدیک سقف دهان Great. Not so great. خیلی عالی نیست سو so, در اینجا یعنی این چنین یا خیلی زیاد not so great not so great forget it forget it forget یعنی فراموش کردن it اون ماجراه دقت بکنید forget به t خط میشه و it با یه کوتاه شروع میشه اینجا رو دارم میگم حالا که بخوام به هم بچسبم به میشه forget it forget it پس نمیگم forget it. forget it forget it forget it میتونید این تیه رو در forget یه مقداری هم تو دماغش کنید forget it forget it فراموشش کن گذشته رو و از این به بعد با روش درست انگلیسی یاد بگیر با صدای رسا تکرار کن قربونت برم forget it forget it forgive me forgive me forgive یعنی بخشیدن مورد اف قرار دادن تلفظ آی کوتاه رو که داری میشه forgive 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 me یعنی مرا ببخش مرا مورد اف قرار بده با هم تکرار کنیم Forgive me Forgive me Get out of here Get out of here Get out یعنی بزن بیرون برو بیرون Of here یعنی از اینجا دقت بکنید که اینجا به هم میچسبن Get out of here میبینید اینجا به هم میچسبن Get out of here از اینجا برو بیرون برو بیرون حواستون باشه یه مقدار لحنه بیادبی داره و کلا مفهوم بیادبی داره دقت بکنید که کجا استفاده میکنید با هم تکرار کنیم Get out of here Get out of here Get out of my life Get out of my life Get out گفتیم یعنی بزن بیرون برو بیرون Get out of my life یعنی از زندگی من برو بیرون Get out of my life Get out of my life Get out Get out Get out با اون چسبندگی و روون گفتن که توضیحاتش هم براتون گفتم یعنی بزن بیرون برو بیرون مراقب باشید کجا استفاده میکنید Get out Get out Well done Well done. Well یعنی خوب به خوبی دان انجام شده. Well done یعنی آفرین. خوب انجام دادی. کار درسته. دمت کرد. یه معنی دیگه هم داره در مورد غذا استفاده میشه یا steak وقتی که میخواد بگید خوب پخته بشه میگید well done بشه یعنی کاملا پخته بشه. شما وقتی که کار رو درست انجام بدید کاملا میپذید. ذهن و گفتارتون و توانمندی و مهارتتون رو در بیان جملات انگلیسی که داریم با هم کار میکنیم و مسلط میشیم بهشون پس اینجا لازمه که بهتون بگم well done well done what did you say what did you say what چه چیزی آنچه لب حالت لوله در دبلیو فراموش نشه و did یه کوتاه اینجا رو داریم what did you say what did you say شما چی گفتی حرف چی بود هیچی گفتم جملات رو با صدای راست تکرار کن به جای اینکه کل درس و 100 تا جمله رو هزار تا جمله رو یک جا کار کنی 5 تا تا برو جلو بهشون که مسلط شدی بعد برو بعدی این روش عالی و تکنیک اصولی برای یادگیری یک زبانه What did you say? What did you say? Try again Try again try یعنی سعی کردن باز نکته تلفظی داریم یادتونه گفتم تی آر رو یاد بگیرید و درست تلفظ کنید بعدا دوباره تکرار میشه و به دردتون میخوره تر اینجا دوباره به کارمون اومد مثل try Tree track trace زیاده نه چه کلمه دیگه داریم تو کامنت برام بنویس و این تلفظ رو تکرار کن try try پس ترای نیست دورت بگردم try سعی کن تلاش کن again و تلفظ درست again again نیست again try again دوباره سعی کن دوباره تلاش کن اگر تا الان نتونستی به انگلیسی روان و انگلیسی نیتیو لایک -like, انگلیسی واقعی و انگلیسی معیار مسلط بشی try again try again accept my request accept my request accept یعنی پذیرفتن دقت داشته باشید بچه ها ای در اینجا بین ا و ا تلفظ میشه شواست دوباره accept پذیرفتن به پذیر فعل در ابتدای جمله اومده my request request یعنی درخواست accept my request درخواست مرا به پذیر accept my request accept my request what are you talking about What are you talking about? What چه چیزی آنچه talk صحبت کردن و در اینجا حالت ing آی اومده چون ساختار حال استمراریه What are you talking? و talk دقت بکنید که یه مقدار کشیده است talk about یعنی درباره بچه دقت کنید اینجا رو what are اینجا میچسبه what are you talking about What are you talking about? در مورد چی داری صحبت میکنی؟ I'm talking about the best method to learn English. در مورد بهترین روش انگلیسی یاد گرفتن دارم صحبت میکنم. جمعه رو با هم تکرار کنیم. What are you talking about? What are you talking about? After you. After you. برای تعارف و احترام مثلا طرف به شما گفته که go ahead بعد شما میگید No, after you. Please go ahead. After you. کاربردش مشخصه نکته تلفظی هم نداره. شما هم تکرار کنید. After you. After you. Let us talk in English. Let's talk in English. Let's یعنی بیا یه کاری رو انجام بدیم. مخففه let's us یعنی بیا یه کاری رو انجام بدیم. چه کاری؟ talk تاک یعنی صحبت کردن بچه تاک نیست تاک 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 الش هم لتس let's talk به که خط میشه اینجا با ایه کوتاه شروع میشه let's تاک in انگلش مشکلی که 99 درصد زبان آموزا دارن اینجوری تلفظ ان گلش گلش تکرار کن خودت هم همینجوری داری تلفظ میکنی من که میدونم دیگه به من نگو که انگلش انگلش یعنی استرس رو میذارن اینجا انگلش نیست دورت بگردم انگ تا اینجا بیا این گرم تو دماغی کن انگلش آقا نباید بگیم لیش نه این ایه کوتاه قبلا گفته بودیم صحبت کرده بودیم انگ دیگه بهتر از این ساده تر از این دیگه واقعا نمیدونم دیگه چه روشیه که میشه من همون روش آمپول است که میگی میگه بیای انقدر میلیون بده آمپول بزنم برات انگلیسی رو یاد بگیری بعد کلاتو برمی داره دورت بگردم باید تکرار کنی چه جوری همینجوری که دارم بهت میگم با من تکرار کن let's talk in english let's talk in english انگلش انگلش english. english let's talk in english english is so bad for okay let's do that we are taking arconim let's talk in english let's talk in english anything else to consider anything else to consider anything to determine any me that yo or yo hachis else trade to consider in the la is consider 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 in it is ya consider یعنی در نظر گرفتن در نظر داشتن anything else to consider آیا چیز دیگه برای در نظر داشتن وجود داره تو مسیر یادگیری انگلیسی کم اما همیشه و دائم به سمت هدف پیش برید anything else to consider anything else to consider are you free this evening are you free this evening are you free free دوباره اف آر یه جاییه که اینجا کار میده دستمون فری نیست دورت بگردم فیری هم نیست فری فری فر فر فری آر یو فری سر خلوت آزادی تی th حالت دوم تلفظ th یک کوتاه دس ایونینگ ایونینگ دوباره یه کوتاه شما از من بپرسید آر یو فری دس ایونینگ آر یو فری دس Are you kidding? Are you kidding? Kid دو تا معنی داره. یه معنی یعنی بچه، یه معنی دیگه داره یعنی شوخی کردن و kidding حالت ing فعله یعنی در واقع فعل شوخی کردن و دقت بکنید بچه ها ای هاش ای هستن kidding kidding are you kidding داری شوخی میکنی با من شوخید گرفته انگلیسی مگه اینقدر راحت میتونه باشه او را عزیز دلم میتونه اگه با روش پیش بیای و جملات رو تکرار بکنی به همین راحتیه حالا به من بگو Are you kidding? Are you kidding? Are you okay? Are you okay? Are you okay? یکم نکته داره شما نمیتونی برای احوال پرسی بگی Are you okay? Are you okay? یعنی یه برای سر طرف اومده افتاده زمین یه اتفاقی براش افتاده میخوای بگی اوکی okay, رو به راهی مشکلی نداری اون موقع است که میتونی بگی آری اوکی okay? پس برای احوال پرسی از آری اوکی okay? استفاده نباید بکنیم حواستون باشه خیلی مراقب باشید مثلا ممکنه یاری بگی آریو اوکی okay? برای احوال پرسی میگه یعنی yani چی یعنی مگه من مشکلی دارم مگه من غیر نرمالم حواستون باشه آری اوکی آری اوکی؟ Are یو آن okay? okay? Facebook آ یو آن Facebook؟ Are you on? آن چرا استفاده کردی حرف اضافه آن کلن برای اشاره به سوشل میدیا یا هر رسانه اجتماعی از آن استفاده میشه چرا؟ چون در حقیقت این ابزارها، این رسانه ها، این پلتفرم ها پلتفرم دیگه نه؟ پلتفرم به کجا میگن یه جای مسطح که میری مثلا مترو سوار میشی پلتفرم در نظر گرفته میشه منطقا و از نظر گرامری بنابراین باید بگیم آن Are you on Facebook؟ یا مثلا اگر بخوایم بگیم اینستاگرام بعد بگیم آر یو آن اینستاگرام تلفظ درستش رو خیلیاتون دارم میبینم اشتباه میگید بچا یه کوتاه رو که یاد گرفتید انس تگ رام اینستاگرام اینستا نگی اینستاگرام نگی آخه رگ گردنم زد بیرون چقدر هرس بخورم آر یو آن اینستاگرام آر یو آن تلگرام حواستون به تلفظ درست باشه دورتون بگردم انستاگرام فیسبوک تلگرام یوتیوب یا یوتیوب کانال یوتیوب انگلیسی مثل آب خوردن رو تا الان دنبال نکردی که عمر تو بر فنا دادی <applause> شوخی میکنم حالا پس میخوایم بگیم که اگر در فلان سوشل میدیا هستی از آن استفاده میکنیم و به جای فیسبوک میتونیم چیز دیگری استفاده بکنیم لطفا این مثال رو در کامنت برام بنویسید مثلا بگید اینستاگرام هستی یوتیوب هستی یا هر چیز دیگری ای. و این جمله رو با هم تکرار کنیم Are you on Facebook? Are you on Facebook? Are you sure? Are you sure? Sure یعنی مطمئن بودن Are you sure یعنی آیا مطمئنی؟ بلدید چیز خاصی هم نداره نکته خاصی نداره Are you sure? Are you sure? Are you there? Are you there? There یعنی اونجا. زبون بگو در زیر نیش دندون بالا در همون حالت بگو The, There, there. آرش هم که آره انگلیسی و زبون نزدیک سقف دهان. Are you there? آیا اونجایی؟ هنوز نه خونه. <laughs> Are you there? Are you there? As soon as possible. as soon as possible دقت بکنید اینجا رو با 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 possible probable همین رو اینجا یاد بگیر کلمات دیگه هم راحت میشه برات possible as soon as possible as soon as possible چسبندگی هاش هم که دیگه یاد گرفتی فکر میکنم خودت میتونی سنس کنی as soon as possible as soon as possible کام داون کام داون کام یعنی آمدن داون یعنی پایین حواستو باشه با کام داون یه مقدار فرم کنه اون یه کشش داره کام و این کامه یه مقدار سریتره و کش و قوس نداره کام داون یعنی بیا پایین بیا طبقه پایین مثلا تکرار کنیم نه کام داون کام داون کام هیر کام هیر کام که آمدن هیر اینجا کام هیر بیا اینجا عزیز دلم کام هیر کام ان پلیز کام این پلیز دقت بکنید بچه ها کام به م ختم میشه ایش ناخاناست و بعدش ایه کوتاه رو در ان داریم کام این کام این کام این پلیز پل پل کام ان پلیز کام ان پلیز میبینی چقدر روو میشه با این روش تکرار کن فقط تکرار کن عضلات زبانی و دهانیت رو رشد بدی تموم شد رفت به همین راحتیه باور کن come in please come in please come off it come off it come off یک فعل عبارتی یعنی بیخیال شد دست بردار انقدر گیر نده ات اون ماجراه come off it come off it کام به مه خط میشه و اینجا کام آفت کام آفت کام آفت بیخیالش و دست از سرش بردار یاد گرفت دیگه کام آفت کام آن کام آن کام به مه خط میشه آن با آ شروع میشه کام آن اینجوری روون باید میتونید بگید و میچسبه به هم و معنیش یعنی زود باش بی خیال یا همچنین به معنی را بیفت زود باش بی خیال بابا انقدر گیر نده کامان بی خیال سخت نگیر بی خیال کامان یا را بیفت بریم کامان 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 کام with می کام with می کام آمدن with یعنی همراه شدن با من با بچه تلفظ with رو دقت بکنید اینجا آی رو داریم آی کوتاه و تی حالت دوم تلفظ تی with زبون زیر نیشه در دور بالا سعی میکنی بگی z". with come with me come with me come with me یک کم سخته نه؟ اوکی میشه کم کم come with me come with me congratulations جلیشنز. کلمه سختیه نه اصلا سخت نیست دقت بکنید بچه ها کن تا اینجا کن اوکی گرا یادتونه گفتم گر رو یاد بگیرید دوباره رو میچسبه اینجا آر نزدیک سخف دهان ار کن گرا ج حالا استرسش اینجاست یعنی اینجا که باید همچین تاکید کو و تشتید بدی بهش لیشنز لیشنز اینجا استرس رو باید اینجا بدی روی L میدونم سخته براتون اما با تکرار و تمرین میتونید راحت بیانش کنید میتونید این شکلی تقسیمش کنید Congratulations Lations. Congratulations بله همینه داری تکرار میکنی پرفکت با هم تکرار کنیم و تبریک به شما بابت اینکه تا اینجایی درس اومدید با هم تکرار کنیم Congratulations Congratulations خیلی از بچه ها میپرسن چرا انگلیسی فراره چرا آن چیزی که میخونم از ذهنم خارج میشه چرا در ذهنم نمیمونه دلیلش اینه که شما سعی میکنی حجم زیادی از اطلاعات رو وارد ذهنت بکنی مثل اینکه سعی کنی 100 تا پیتزا رو یک جا بخوری سخته نه به جای اینکه صد تا جمله رو یک جا یاد بگیری یک جمله رو صد بار تکرار کن حالا اگر سخته پنجاه بار تکرار کن 20 بار تکرار کن تا مسلط نشدی جمله بعدی رو کار نکن پس لازمه که دوباره این درس رو از ابتدا کار کنی حواست باشه به این نکته اینجوری پیش بیا تضمین میکنیم که موفق میشیم صد تا جمله حیاتی رو با هم کار کردیم امیدواریم با حمایت و همراهی شما ادامه بدیم این درس ها رو ممنونیم برای همراهیتون لطفا نظرات سازنده خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید و سپاسگزاریم که سال هاست ما رو حمایت و همراهی میکنید